و در جدیدترین تحولات ونزوئلا مقامات آمریکا اهم از اعضای کابینه دولت پرزیدنت ترامپ و اعضای ارشد کنگره از دو حزب عمده از اعمال فشار بیشتر بر رژیم مادورو خبر میدهند ونزوئلا که بالاترین ذخایر سوخت فسیلی در جهان را داراست دو روز است در خاموشی کامل به سر میبرد گزارشی از همکارم فرهاد پولادی مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در توییت های پی پنجشنبه شب درباره ونزوئلا به صحبت های مقامات رژیم مادورو واکنش نشان داد آسیبی که قطع برق و شرایط موجود به مردم عادی ونزوئلا میرسد کار آمریکا نیست کار کلمبیا نیست حتی کار اکوادور و برزیل و اروپا و هیچ جای دیگر نیست کمبود برق مصرفی و کروسنگی ناشی از بیکفایتی رژیم مادورو است ادامه سیاست های مادورو ارمغانی به جز تاریکی به همراه ندارد وزیر خارجه آمریکا همچنین نوشت فقدان غذا فقدان دارو امروز فقدان برق و پس از آن نبود مادورو سرسر ونزوئلا تا اوایل امروز جمعه در خاموشی مطلق به سر میبرد و رژیم مادورو قطع برق را به خرابکاری در تاسیسات اصلی برق و تلبیه هم به آمریکا نسبت میدهد روز گذشته یکی از زیر مجموعه کمیته روابط خارجی مجلس سنه آمریکا میزبان الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ونزوئلا بود او گفت تاکنون تحریم های علیه شخص و مادورو خانواده و نزدیکانش و شرکت نفت آن کشور اعمال شده است اما این پایان کار نیست ما تعدادی از مؤسسات مالی این کشور را تحریم کردیم تور تحریم ها را گسترده تر خواهیم کرد فهرست اهداف مورد تحریم ما مشخص شده اما فعلا نمیتوان نامی از آنها برد زیرا نمیخواهیم که فرصت اقدامی داشته باشند حتما مؤسسات مالی بیشتری که رژیم مادورو با آنها کار میکند جز تحریم های ما خواهند بود به ویژه جاهایی که او ثروت مردم را در آنجا پنهان کرده است آقای آبرامز در دیگر گفت که راه حل نظامی جزء برنامه آتی آمریکا نیست سناتور مارک روبیای جمهوری خواه و لاتین تبار رئیس کمیته فرعی نیمکره غربی در این جلسه وضعیت مردم ونزوئلا را بسیار دردآور توصیف کرد. یه چند هفته آینده ونزوئلا وارد دوره رنج و درد شدید خواهد شد که هیچ کشوری در این نیمکره در تاریخ معاصر تا کنون شاهد آن نبوده است. این کشور حدود یک هفته سوخت مصرفی دارد و ونزوئلا یکی از کشورهای دارای ذخایر غنی نفت است. رژیم مادورو تمامی زیرساختها را نابود کرده است. در همین راستا نزدیک به 25 سناتور در نامه از پرزیدنت ترامپ خواستن که هرچه سریعتر و با توجه به وضعیت جاری در ونزوئلا به شهروندان این کشور که از رژیم مادورو به آمریکا پناه آوردن اقامت تحت وضعیت موقت حفاظت شده ارائه کند